چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. آوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین با عرض تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره می کنند و مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا. خب امروز در خدمتون هستیم با اتفاقاتی که در هفته پیش اتفاق افتاد و مسائل بسیاری هم در داخل کشورمون، در ایران، در آبادان و در بعضی از شهرهای دیگر که به همراهی آبادان آمده بودند و برای تقویت کسانی که در حقیقت عزیزانشون رو در اون فرو ریختن به ساختمان متروپول از دست داده بودند و همچنین تظاهرات زیادی که در 11 استان برای فقر و فلاکت و بدبختی که ایرانیان الان دوچار هستند به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین برنامه‌های میشه گفت بیشتر تشنج آفرین جمهوری اسلامی در مواجهه با مسائل بین‌المللی، دخالت در کشورهای منطقه که حاصلش میتونه همین تحریم‌ها و همچنین ناکارآمدی نظام باشه که مردم رو به چنین روزی درگیر کرده و مردم با قابلمه خالی و نمیدونم با کاسه خالی و اون چی که نمایش بده این فقر انانگسیخته را وارد خیابانها شده بودند و به نظرم این اتفاقات باعث شد که خب فعالان سیاسی موضع‌گیری هایی بکنن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که خب همه منتظر بودند که در گذشته که ایشون یک اقدام به اصطلاح دستور کار رو به مردم بدن و از ایشون بخوان که به صورت جدیتری با این وضعیتی که مردم ایران با اون دوچار هستند وارد میدان بشوند. بنابراین حول و حوش فرمایشات شاهزاده مسائل مختلفی از گروه های سیاسی اعلام شده، بعضی ها به طرفداری از ایشون، بعضی ها به انتقادی که نه چندان در حقیقت واضح و آفیشال اعلام کردن نظراتشون رو، هنوز در رادیو تلویزیون های مختلف دنیا ادامه داره. به همین منظور من خواهش کردم از آقای دکتر عطا هودشتیان، استاد دانشگاه پاریس سوربن و همچنین فارتحصیل دانشگاه پاریس در دکترای علوم سیاسی، نویسنده و در حقیقت کنشگر سیاسی در تورنتوی کانادا، به ایشون درود میفرستیم و بهشون خوش آمد میگیم که در حین این برنامه های شلوغی که دارن لطف کردن به برنامه تلویزیون ایران کانادا هم آمدن تا به سوالاتی که مطرح است در مورد فرمایشات شاهزاده رضا پهلوی و آینده شاد پیشبینی بشه بحث و گفتگویی داشته باشیم. خیلی خوش آمدید جناب دکتر هودشتیان گرامی. بله ممنون، تشکر از شما آقای دکتر اسدپور عزیز، مرسی که من رو برای این برنامه دعوت کردین، امیدوارم که صحبت‌های خوبی داشته باشیم. جناب دکتر، سوال اول من البته خیلی سوال هست، ولی سوال اول شاید این باشه که شما چون در جریان تمام
عرض کنم بیانیه ها مثل پیمان نوین یا مسائل مختلفی که اعلامیه ها بیانیه هایی که شاهزاده قبلا میفرستادن، یک تغییر عمده در این پیام آخرشون هست. و این شما چه فرقی میبینید بین این اعلام موضعی که کردن نسبت به گذشته، یا حداقل در استراتژی یا در به اصطلاح امید به آینده، آیا به این اعلامیه و این مسائل هست که تغییرات عمده و اساسی ایجاد بشه؟ حالا اوضاع احوال ایران خیلی متحول شده و جنبش‌های دوره‌ای آنچنان از همدیگه سبقت می‌گیرند و گسترده شدند که در اقصان اوقات کشور کلیت کشور رو تکون داده و به این لحاظ همه فعالان و ناظران و دلسوزان وطن وارد صحنه شدند. جناب شاهزاده از یک سو، و من فکر کنم که وظیفه دیگران هم هست که وارد صحنه بشن، صحبت کنن و هدایتگری رو به عهده بگیرن. یعنی این نباشه که فقط تمجید کنن و یا پشتیبانی کنن. و آنچه که به هر حال ما روز جمعه گذشتم دیدیم از جناب شاهزاده در واقع همینه که به عبارتی پیام‌ها یا سخنان و اندرس‌هایی که دادن در واقع در مسیر این هستش که بر رو می‌بایست که یک سازوکاری به وجود بیاد. این یکی از نقاط برجسته پیام هست، سازوکاری به وجود بیاد و این سازوکار در واقع بتونه نوعی هماهنگی در مبارزات اجتماعی به وجود بیاد. این البته قبلا هم گفته شده، ولی خب اینجا تاکید بیشتری است و اینکه امروز بر دل بیشتر می نشینه برای آنانی که در صحنه هستند و در چارچوبه زیر ضرب سرکوب در چارچوبه مبارزات اجتماعی دارن فعالیت میکنن برای ایران. این یکی سازوکار به اصطلاح حمایت هدایت کننده است. یکی دیگه موضوع اتحاد ملیه و این خیلی مهمه. این اون درکی که من میکنم با اینکه انتقادی هم شده که ایشون عنوان طایفه یا عشیره رو به کار بردن برای کردها، این انتقاد از طرف حزب دموکرات کردستان آمده، در نهایت ایشون در واقع اون چیزی که میبینن این هستش که این اتحاد باید به وجود بیاد، که من پیشنهاد میدم که این اتحاد از طریق به کار بردن آن نامی که اونها میخوان برای اینکه رضایت همگان ایجاد بشه متحقق بشه، برای اینکه ما واقعا همه اقوام، همه ملیت ها، هر اسمی که بگذاریم براشون، کرد، لور، بلوچ، سیستانی، عرب، هممون به اصطلاح مار این مملکت هستیم و آینده ایران بدون هماهنگی، همدستی، همراهی تمام این اقوام عملی نخواهد شد. این مسئله اتحاد اقوام یا اتحاد ملیت ها یا هر اسمی بذاریم، کردها و لورها، این دومین نکته است. سومین نکته که خیلی به نظر من جالب هست این هستش که میبایست که با وجود اینکه مدل های رهبری پیشین از بین رفته و مدل های رهبری فردی از بین رفته و دیگه اون به اصطلاح روش های هرمی قدرت استقبال ازش نمیشه، نه فقط در ایران، در خیلی جاها، در خیلی کشورها، و این مدل جدید رهبری غیر فردی میبایست عرضه بشه. و این من فکر کنم هممون، همه نیروها، همه جناها، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا، روی این مسئله باید تاکید کرد که یک فرد نباید رهبری این جنبش رو به عهده بگیره، بلکه نقش شاهزاده در واقع این هستش که یک امیدی بده، پشتیبانی کنه از مجموعه شورایی که در آینده باید به وجود بیاد، شورای رهبران، و این شورای رهبران مورد حمایت ایشون قرار بگیره، یا اینکه شاید هم اوضاع عوض بشه خود ایشون در این ماجرا وارد بشن. اما اون چیزی که بیشتر به نظر میاد، چون خود ایشون میگویند که من وارد مسئله رهبری نمیخوام اساسا بشم و نمیخوام رهبری رو به عهده بگیرم، بنابراین بر سازمان های متعدد و فریختگان و الیت های سیاسی هستش که اونها وارد کار بشن، یک شورای رهبری به وجود بیارن و در واقع اینجا وظیفه تاریخی خودشون رو به عهده بگیرن. سومین نکته ای که در این صحبت در واقع پدیدار شده این هستش که روش های مقاومت رو ایشون روش تاکید کرده. خب این روش های مقاومت خیلی جالبه، این تفاوت، چون فهمیدی که
پرسید چه تفاوتی بین گفتگو سخنان پیشین و سخنان امروز هست، این روش های مقاومت رو به عنوان دستور کار پیشنهاد میدن. من معتقدم همه رهبران الیتا و رهبران سازمان دیگه هم باید این کارو بکنن و نه فقط پیشنهاد بدن، بلکه اونا که میتونن وارد صحنه بشن و این از سوی همه کس باید بیاد. و بعدم اینکه نکته مرکزی و خیلی جالب اینه که به واقع روی اسب بازنده دیگه سرمایه‌گذاری نکنیم. یعنی این فکر کنم خطاب به اصلاح طلبانه و اونهایی که هنوز به اون اندک های باقی مانده و نفس های آخرین رژیم هنوز به اون امید دارن. این هم در واقع یکی از نکاتی است که باید گفته بشه، ولی خب انتقاداتی هم شده به این پیام که میتونیم بعدا بهش بپردازیم. بسیار ممنونم از جناب دکتر رشتیان. من سوالم این است که خب شاهزاده قبلا هم بیاناتی فرمودن در پیمان نوین، در برنامه‌های ققنوس، در برنامه‌های دیگری که چند سال قبل داشتن، شورای ملی برای انتخاب آزاد، ولی وارد یک در حقیقت وضع جدید مبارزاتی شدن، یعنی اون حالت ادوایز دادن و بیانیه دادن یا مثلا راهنمایی هایی که قبلا میکردن، این دفعه با این فرمایشاتی هم که فرمودید که پلن آف اکشن دادن یا نقشه راه دادن که هر کسی چگونه این کارا رو انجام بده و بره انجام بده. آیا شما فکر میکنید در حقیقت شاهزاده وارد یک وضعیت مبارزاتی جدید علیه جمهوری اسلامی شدند، یا اینکه نه این فعلا یک تاکتیک هست و ما بایستی اتفاقات دیگری بیفته تا شاهزاده به صورت مستقیم وارد بشن یا نقش مهمتری داشته باشن که در تلویزیون همون ایران اینترنشنال بود یا اون خانم ایندیپندنت فارسی منتظر همبستگی بقیه احزاب میمونن تا شاید یک راه حل کلی به دست بیاد. ببینید دو تا نکته از هم جدا میشه. یکی اینکه حضور این هفته پیش ایشون از نگاه بسیاری حضور جدیدی است. نوع به اصطلاح برازندگی جدید، نوع نقش آفرینی جدید، ظهور جدیدی است و نشان میدهد که گویا از نگاه بسیاری ایشون وارد صحنه میخوان بشن. خب شاید اینطوری به نظر بیاد، چون گفتار نوع کلام از نظر تحلیل گفتمان ایشون این رو نشون شاید بده برای برخی که ایشون آمدند اندرز و پند و اندرز نمیدن فقط، بلکه رودمپ دارن و بسیار بیشتر از گذشته در واقع مایل هستن که به اصطلاح وظیفه مندی، وظیفه دیگران رو، وظیفه ارتشیان رو، وظیفه نیروهای سیاسی رو، وظیفه مردمان رو تعیین بکنن. خب این یک نوع در واقع بروز شکلی از رهبری است. حالا منی که همه سالها وقتم رو گذاشتم در مطالعه مقوله رهبری، با شما مخالف نیستم که این ظواهر رهبری خودش بخشی از رهبریه، بنابراین میشود اینطوری تلقی کرد. این یک بخشه. یه بخش دیگه هم هستش که آنچه که خود او میگوید با این ظهور اندکی شاید متفاوت باشه، برای اینکه خود او میگوید که من رهبری نمیخوام. حالا به چه دلیل نمیخوام؟ اون چیزی که شاید بنده و جنابالی ندونیم، یا شاید حدس بزنیم که احتمالاً امروز نمیخوام و شاید اگر شرایطش پدیدار بشود حضور ایشون در صحنه بیشتر پدیدار بشه، پررنگ‌تر بشه و خودشو نشون بده. اما یه مسئله بزرگ وجود داره، اونم این که رهبری بدون سازمان اندکی کار رو مشکل میکنه برای پیروان ایشون، برای اینکه یکی از ویژگی‌های بزرگی که در میان طرفداران نظام پادشاهی دیده میشه پراکندگی اینها و تعدد گفتارها و نوع برخورد متفاوتی که هر کسی
از هر سوی آمده است به نام دفاع از شاهزاده رضا پهلوی، به اصطلاح انواع و اقسام گرایشات گاه تند روانه رو از خودش بروز میده. یکی از مشکلات بزرگ شده. این یکی از علتاش اینه که ایشون سازمان نداره. یعنی اگه یک سازمانی می بود که اینا رو همه جمع میکرد به نام ایشون و به تایید ایشون، شاید یکمی سامان میداد به این وضع در هم ریخته. به این لحاظ زمانی که ما به منتقدین نگاه بکنیم و حرفای اونا گوش بدیم، اولا در میابیم که همه اینها لزوما نیت بد ندارن، بعضیا واقعا دلنگرانن. به این لحاظ که میبینن که خود شخص ایشون از روی حسن نیت نکاتی میگوید که خب در خیلی حوزه ها درست و سنجیده و بجاست، همچنان که ما میگوییم که همه رهبران از همه احزاب باید وارد صحنه بشن. ایشون الان وارد صحنه شده. حالا یک جنبه دیگه است اینه که کسانی که من از اینا دفاع میکنن، آنچنان بعضی موقع ها اینجا و آنجا به نام سلطنت و به نام تاریخ و به نام ایشون رفتارهایی نشون میدن که خود ایشون من مطمئن هستم که نمیتونه از اون رفتارها دفاع کنه. اینم یکی از مشکلات بزرگی که امروز روز ما در نزد طرفداران نظام سلطنتی میبینیم. این یکی از مشکلاته. اما مجموعاً این نکته وجود داره که سازمانی که این مجموعه رو جمع بکنه وجود نداره. شما مقایسه کنید با حزب توده، همه توده‌ای ها عضو حزب توده بودن. خب خیلی هماهنگی به وجود میاره و کسی فراتر از آنچه که گفتمان اصلی اون رأس هرمه نمیگفت. اگه چیزی فراتر بره، اون موقع میتونست عضویت حزبش رو بده و بره. نمیگم، من از روی تاریخ میگم، اون موقع من اصلا بکنم به دنیا هم نیومده بودم زمانی که حزب توده فعال بود. اما میخوام بگم این روش و منش احزاب بزرگ هرمی هستن که یه گفتمان از بالا میاد همه رو جمع میکنه. حالا شاید اون احزاب مدل هرمی تند و تیز وجود نداشته باشه، اما حداقل یه گفتمان و یک رفتار بسیار بسیار مهم میشه که این هماهنگی در رفتار از سوی طرفداران ایشون به وجود بیاد و این چیزیست که انتقاد میشه. اما نکته آخر رو بگم و تمام کنم. ببینید، گاهی اوقات بنده و جناب‌عالی شاید توقع داشته باشیم از شخصیت محبوب که بگوییم چرا وارد صحنه نمیشه. گاهی اوقات فکر میکنیم که از نقطه نظر استراتژیک زمان ظهور و حضور همه جانبه این فرد در صحنه نیامده. برای هرچی هم ما بگیم اون زمان نرسیده. و شاید که حضور جانبی بعضی موقع بهتر از حضور مرکزی است، برای اینکه مرکز بسیار آلوده است. این مرکز باید خودش شکل بگیره تا حاشیه به سمت مرکز بیاد. این موقعیتی که امروز اپوزیسیون و مبارزات مردمی داره در ایران و در خارج، اندکی به خصوص اپوزیسیون خارج کشور رو بگم، اندکی حکایت از این داره. هنوز این نیروهای سیاسی جمع و جور خودشون رو نکرد. بنابراین اگه شخصی بیاد بخواد اینا رو جمع و جور بکنه، خود او هم آلوده به این هرج و مرج میشه. بهتره که این اپوزیسیون خودش جمع و جور بکنه خودش رو. بعد من فکر میکنم بهتره که ایشون حمایت بکنه تا اینکه خودش پا وسط بگذاره و اندکی آلوده این اوضاع در هم پاشیده بشه. اینجاست که یک نکته‌ای که در گفتار ایشون هست اینه که این اپوزیسیون برای نتونست خود جمع جور کنه و باید بکنه. و منم میگویم باید بکنه و این وظیفه سازمان‌های سیاسی است که اندکی نشون بدن که قدرت هماهنگ کننده از اونها ناشی باید بشه و باید اینطوری باید باشه. عرض کنم حضورتون که در این دو سه روز گذشته بعد از صحبت‌های شاهزاده، خب مفسرین سیاسی صحبت آقای دکتر اودشتیان این سوال مطرحه که خب شاهزاده دو تا آپشن داشته. یه آپشن این است که به دلیل درهم ریختگی احزاب یا اپوزیسیون و همچنین نیروهای داخل ایران، هنوز به اصطلاح رهبری رو که انتخاب نکردن، یعنی رهبر بلا منازع، یا اینکه به صورت جانبی همونجور که شما گفتید به صورت جانبی تا به حال محبوبیتشون هم بالا بوده و آخرین آمارهایی که ما در از داخل ایران داریم، ایشون با فاصله زیاد نسبت به سایر فعالان و افراد مشهور اپوزیسیون رأی زیادی دارن، طرفداران بیشماری دارن.
و حالا سوال اینجاست، آیا اگر شاهزاده اعلام مثلا حزب مشروطه سلطنتی می کردن، این سوال مربوط به سلطنت طلب هاست، یا مشروط خواهان بهتره بگیم، اگر از اول این کار رو اعلام می کردن با روشی که خود شاهزاده می شناسنشون، آدم دموکرات و خیلی آگاه هست نسبت به اوضاع زمانه و همچنین تجربیاتی که از پدر و پدر بزرگ داره و محبوبیتی هم که به همون مناسبت داره، شما فکر میکنی اگر از این کردیت استفاده میکرد، همین سوالی که خانم کاملیا انتخابی فرد گفت، آیا فکر نمیکنید که در اون برقضیه تعدادی که الان در داخل ایران شعار عرضم حضورتون که سیاسی میدن و رضا شاه روحت شاه یا چیزای دیگه میگن، که خب مسلما نظرشون شاهزاده است، چون غیر از این خب میتونستن چیزای دیگه بگن، بنابراین بعضیا فکر میکردن که این اگر از اول همه رو گرد همون مشروطه سلطنتی یا حالا هر نام دیگری میکردن، تکلیف مردم روشن بود و مردم یک صدا پشت سر ایشون حداقل تعداد کثیری قرار می گرفتن و وضعیت فرق میکرد. البته بعضی ها هم این نظر جنابالی دارن که میگن همون از جانب تمام حاشیه ها وارد شدن و حمایت کردن باعث شده که این محبوبیتشون حفظ کردن و کماکان خب طرفدارانشون هستن. این دو نظریه هم اتفاقا کسانی که مطرح کردن کسانی هستن که به شاهزاده نزدیک هستن، یعنی میتونم بگم که حالا اسامیشون رو نمیگم، ولی کسانی هستن که در همین دو سه روزه صحبت کردن در این رابطه، یعنی بین این روشی که شاهزاده انتخاب کردن یا روشی که از روز اول بگن من مشروطه سلطنتی رو میپذیرم، البته به همون معنایی که در قانون اساسی است و تجربیات رضا شاه و محمد رضا شاه هم هست، کردیت آنها هم هست و من اون چی که مردم الان کف خیابون هستن، تجربیاتی که از پدر مادرشون به اونها منتقل شده هم دوران پهلوی است، چون دوران قبل از پهلوی که قاجار بودن که همین وضعیت ما داشتیم یا بدتر از این، و بعد از پهلوی هم که همین اوضاعی است که شاید در دنیا بی‌نظیر باشه، یک دولت بسیار ناکارآمد، و از این کردیت بسیار بزرگ که حاصل تجربه قاجاریه و پهلوی و فرض کنید که جمهوری اسلامی است، ایشون میتونست استفاده کنه، یا الان هم هنوز وقتش هست که به میدان بیان. نمیدونم نظر جناب عالی چی هست نسبت به دوستانی که این حرفا رو میزنن. ببینین البته خود ایشون تشخیص میدن، ما که توی فکر ایشون نیستیم، ولی میدونم که حداقل در دو دهه اخیر، همچنان که برای شما کتاب بنده رو خوندین اشاره میکنه که چگونه گرایش گریز از احزاب کلاسیک در بسیاری از کشورها و در بسیاری از جمعیت‌های کشورها به وجود آمده، یعنی افراد سعی میکردن که اصولا این یعنی اساسا یه نوع افول احزاب کلاسیک رو ما داشتیم در طول این دو دهه اخیر، چه بسا بیشتر از دو دهه اخیر، و به خصوص افراد سعی میکردن که برای خودشون گروه های کوچیک به وجود بیارن. آلترناتیو احزاب کلاسیک شورا هستش یا گروه هستش یا شبکه ها هستن. اینها رو اگرم نگاه بکنیم به اطراف خودمون، ببینید چند تا شورا به وجود اومده در به اصطلاح حتی اپوزیسیون ایرانی. علت اینکه شورا به وجود اومده، علتش اینه که ویژگی شورا با حزب اینه که شورا متشکل از افرادی است از به اصطلاح گرایش های متعدد که گرد هم برای یک هدف استراتژیک میان، ولی حزب یک حالت هرمیه، یک نظر داره و کسی فراتر از نظر حزبی نمیتونه حرف بزنه. وجود احزاب در برای آینده ایران لازمه، چون یک جامعه به اصطلاح حزبی بهتر از یک جامعه غیر حزبی است. اما واقعیت کلام اینه که آنچه که از حزب ما دریافت میکنیم کمتر حزب بلکه بیشتر سازماندهی است، یعنی خود شورا یک نوع سازمانه،
خود شبکه هم یک نوع سازمان متأخر غلطان پذیره، نوسان پذیره، یکسان و محکم و هرمی نیست. شما اگه خودتون رو بذارید تو این فضا که در طول 2 دهه اخیر در ایران شکل گرفته، اندکی تمایل به گریز از حزب رو میبینید. خیلی از روشنفکران هم حتی به احزاب متمایل نمیشه. نمیگم که نباید متمایل شد، نمیگم که نباید عضو حزب شد، اما دارم فقط تشریح میکنم که وضعیت فعلی فرهنگی تو جامعه ایران یا نزد کنشگران و برخی از روشنفکران چگونه است. شاید هم علت این که ایشون به حزبی نپیوستن، یکی علتاش این باشه که ایشون هم خودشون رو احتمالاً در دوران فرهنگی اخیر میبینن، یعنی خیلی کنتمپورن یا خیلی مدرن میبینه قضیه رو. احتمالا شاید این باشه، یکی شاید این باشه. یه علت دیگه هم شاید این باشه که احتمالا، حالا من که جزو حلقه نزدیک به ایشون نیستم، فقط از دور میبینم که این تجربه بوده قبلا، تجربه شورای ملی بوده، بخوام این تجربه خیلی جالب نبوده و به عبارتی حاصلی که به دنبالش بودن رو این به دست نداده اونطور که باید. شاید یکی علتش هم این باشه که نرفتن تو این فضا. چون برگردیم حالا به استدلال اول، چون این فضا وجود داشته، فضای غیر حزبی، گریز از حزب، این میون جوانای ایرانی هم بیشتر رواج داره، بنابراین از حاشیه به مرکز نگاه کردن هم بد نیست و بد نبوده. و اگر بذاریم که مرکز یعنی احزاب بزرگ فعالیت بکنن، کار خودشون بکنن و ایشون هم از حاشیه به اینها کمک بکنه، یاری برسونه، خیلی هم بد نیست. نمیگم که نباید یه حزب درست کنه، شاید در آینده حزب درست بشه، شاید همین الان هم اطرافیان ایشون بخوان متمایل بشه حزب درست کنن. من فقط میگم که اینم وجود داره، اینم میتونه یکی از دلایلی باشه که اصولا دوران فعلی ما خیلی احزاب بزرگ رو به شکل اشکال قدیم نمیپذیره. اما خب به هر حال شاید در آینده این حزب وجود بیاد و اصولا حفظ دموکراسی در آینده هم وجود احزاب متعدد در جامعه خواهد بود. خب من با یک سوال کوتاه دیگه در همین موضوع به این بحث این رو تمام میکنیم، ولی بعد سوالات دیگه خدمتون عرض میکنم. عرض کنم حضورتون که بعضی ها با توجه به موقعیتی که شاهزاده دارن و میدونید خیلی ها از سلطنت طلب ها خیلی کسانی که در حقیقت دنبال برگرداندن ایران به وضعیت قبل از جمهوری اسلامی هستند و شعارهایی میدن که فقط شاید راه ایشون راه مهمی هست، خب بعض وقتها ضربه میزنه، در حال که نظرات شاهزاده کوبیدن بقیه احزاب نیست به هیچ وجه، بلکه گرده همایی تمام احزاب با تمام گرایشات سیاسی است که بتونیم در جمع موفق بشیم و یک یا به قول شما در یک ایران به نام بزرگتری به نام ایران دور هم جمع بشیم. اما پیشنهاد کردن که شاید بالاخره این طرز فکر ایشون میتونستن یک چیزی درست کنن به نام راه پهلوی، یعنی یک انجمن یا یک راهکاری به نام راه شاهزاده رضا پهلوی. خب اون موقع شاید یه عده‌ای از سلطنت طلب‌ها یا مشروطه خواهان یا جمهوری خواهان، حتی چون اونها هم شاهزاده نوع به اصطلاح رژیم آینده رو که روشن نکردن، اونو مردم انتخاب میکنن، و شاید این تفکر و این طرز فکر کسانی که حتی جمهوری خواهستن ولی طرفدار شاهزاده رضا پهلوی افکارش هستن، بنابراین شاید تو این حزب یا تو این گرده همایی به نام راه پهلوی جا می گرفتن. این رو یکی دو روزه دیدم، حالا این رو هم از شما می پرسم که فکر می کنید همچین چیزی تناقضی با گفته های ایشون یا گفته های قبل ایشون نداره؟ تناقض که البته یک آدمی می تونه متعلق به یک حزبی باشه، یک رهبری حتی، اما نگاهش خیلی گسترده باشه، یعنی در این حال که یک حزب رهبر یک حزب هست، در این حال به استقبال احزاب دیگه هم بره و باز این اجتماعی متکثر رو بخواد به وجود بیاره، اشکالی نداره. این برمیگرده به طرفداران نزدیک ایشون و کسانی که با ایشون کار میکنن، شاید تشخیص بدن که باید یه حزبی درست بشه، چه بسا هم درست بشه، این رو ما نمیدونیم. اما خب موقعیت امروز این هستش که ایشون میخواد
فعلا غیر حزبی باشه گویا، و حتی رهبر حزبی یا رهبر ملی که خیلی ها در انتظارش هستن نباشه. بنابراین میگوید که شما اگر میخوای رهبر بشین شما بیان جلو، آقا خانم شما بیان جلو، هیچ اشکالی نداره. من یکی از پدیدهایی که میبینم، نکات که میبینم اینه که میگوین که ایشون جست رهبری گرفته. بسیار خب، شما اگر کسی دیگه هست، آقای ایکس، خانم ایگر، شما بیان جلو، شما جست رهبری بگیرین، همه بیان جلو. منظورم اینه که اگه حالا قبلا که ایشون نمیامد میگفتن چرا نمیاد، حالا که آمده میگوین که نکنه این رهبری رو بخواد تصاحب کنه، جایی برای دیگران نمونه. نه خیلی، من فکر کنم فضا رو باز کنین که همگان بیان و این به صدا کسب حاکمیت و تصاحب یک تن نباید قلم داد بشه. در جلسات خصوصی، یعنی جمع‌های کوچکتر، بارها گفتن که بالاخره من با همین کردیتی که دارم شماها یا دیگران دنبال من هستید و از من بخواید که من کمک بکنم و همراه همه هموطنان برای نجات کشور بکوشیم. ولی گفتن که اگر کسی کردیت بهتری داره یا شما فکر میکنید که اونها به اصطلاح میتونن کار دیگری انجام بدن، خب به اونها مراجعه کنید. یعنی شاهزاده ادعایی ندارن در این مورد، ولی میگن اگر از من بخواید من هستم، از هم با همین کردیتی که دارم. حالا بگذاریم از این سوالات مربوط به شاهزاده. مسئله دیگه این است که نظر شاهزاده نسبت به آلترناتیو، خیلی مسئله در تمام این رادیو تلویزیون ها صحبت هست که شاهزاده گفتن که آلترناتیو در حقیقت مردم داخل ایران هستند و به بعضی از احزاب برخورده که اصلا داخل ایران کسی نمیتونه مثلا رهبر سیاسی بشه یا حزب تشکیل بده یا بتونه ارگانیزیشنی درست کنه که ارگانایز کنه گروه های مختلف مبارزاتی رو، و این حرف آیا چگونه میشه انجامش داد که آلترناتیو در داخل ایران مردم ایران هستند و در حقیقت احزاب یه مقداری بعضا منفی بعضا مثبت تلقی کردن، اونهایی که در ایران هستن شاید مثبت تلقی کرده باشن. نظر جناب عالی راجع به این موضوع و نظرات احزاب دیگه نسبت به این تیکه از فرمایشات شاهزاده چی هست؟ بذار بدین که اینجا من یه مقدار وارد بحث تکنیکی بشم تو حوزه فلسفه سیاسی که برمیگرده به اینکه آلترناتیو چیست و چگونه میشه این رو تلقی کرد. ببینید، به لحاظ کلی ما دو عنوان رو اصلا جدا میکنیم، یکی حاکمیت، یکی حکومت. حکومت میشه government، حاکمیت میشه sovereignty. این sovereignty همانا حکومت مردمه. بنابراین به لحاظ خیلی کلی ما همون برای دموکراسی مبارزه میکنیم بدون اینکه نوع government رو، یعنی حکومت رو تعیین کرده باشیم. ما طرفدار حاکمیت دموکراتیک هستیم. در درون حاکمیت دموکراتیک میتونه اون وقت انتخاباتی صورت بگیره، نوع دولت رو و قانون اساسی بر پایه اون رو تعیین بکنه. ولی بازم اون قانون اساسی با وجود اینکه میتونه گرایشی رو درش متولد بشه و ببینیم، یا دولت که میتونه گرایشی رو درش متولد بشه، بازم تابع سوورنتی، یعنی تابع اون حاکمیته. زمانی که کسی از خارج از مرزها به کشوری حمله میکنه، به دولت حمله نمیکنه، به سوورنتی حمله میکنه، به حاکمیت حمله میکنه. و به این لحاظ هستش که خیلی خیلی این مسئله مهمه. اینجا مردم مورد نظرم، یعنی مردم هستن که در واقعیت کلام مورد حمله قرار میگیرن موقعی که کسی حمله میکنه بهش، کشور مورد حمله. این میتونه یک برداشت از سخنان شاهزاده باشه که اینشون زمانی که میگن در واقع آلترناتیو مردمه، منظورش حاکمیت مردمیه، میتونه این باشه. اما از لحاظ تکنیکی دیگه ای بخوام حالا صحبت بکنم، ما معمولا در علوم سیاسی یا در به اصطلاح تحلیل سیاسی مقولات رو از جنس همدیگه با همدیگه مقابله میکنیم و مقایسه میکنیم. مثلا دو کشور رو با هم، مثلا دو حکومت رو با هم یا دو گفتمان رو با هم. به این لحاظ آلترناتیو از جنس خودش باید باشه. فرض بفرمایید آلترناتیو یک حکومت، لزوما یک حکومت یا یک
گفتمان حکومتی دیگه یا یک حزب دیگه یا یک ایدئولوژی دیگه باید باشه، نمیتونه مردم باشه. این جنبه دیگه قضیه است که میتونه از این برداشتم از این هم برداشت بشه. به این لحاظ میگویم که در واقعیت کلام به لحاظ بخوایم ریزش بکنیم، آلترناتیو به اصطلاح جمهوری اسلامی همانا اپوزیسیونه، آلترناتیو اپوزیسیونی که دموکراتیکه و برخلاف آنچه که روش‌های غیر دموکراتیک رژیم جمهوری اسلامی است، این اپوزیسیون هست، یعنی الیت های هستن که میتونن جای رژیم غربی رو بگیرن، این آلترناتیو جای اون رژیم رو. اما به عبارت گشادتر و وسیع‌تر از نقطه نظر حاکمیت یعنی ساورنتی، در واقع مردم هستن که اون الیت هم که میان برای مردم و به نام مردم قانون اساسی می نویسن، حتی مشروعیت خودشون رو دیگه نه از الهیت می گیرن، نه از آسمان می گیرن، نه از تاریخ می گیرن، نه از کتاب می گیرن و نه از یک به اصطلاح یک امر قدسی می گیرن، بلکه مشروعیت خودشون از مردم می گیرن. به این لحاظ هستش که من فکر می‌کنم که در واقع آلترناتیو حکومت جمهوری اسلامی اون مجموعه اپوزیسیونی هست که به جای این حکومت باید بنشینه، حالا نه این اپوزیسیون در هم ریخته و اصلا پاشیده شده، بلکه اون مجموعه‌ای که در آغاز صحبت و گفتگو کردیم که میباید اینا دور به گرد هم بیان، قانون اساسی بنویسن، الیت‌های فریخته‌ای که اتفاقا در گفتگو صحبت ایشون هم بود که اینها در واقع اشخاص شخصیت‌های برجسته جامعه ایرانی هستن که به جای حکومت فعلی می‌نشینن، قانون اساسی رو می‌نویسن و بر اساس اون دولت موقت درست میکنن و مجلس و انتخابات رو سازمان میدن. به این دو جنبه در واقع باید توجه کرد که میتونه خلط مطلب به وجود بیاد و برخی که بخوان خب حمله بکنن حمله میکنن و میتونه تو هر گفتمانی که شما ارائه بدین توش میتونید مطالبی از این جنس در بیارین و به حمله بخواین بکنین اگه بخواین حمله بکنین. ولی خب به لحاظ تکنیکی و در فلسفه سیاسی همانا آنچه که ما به عنوان آلترناتیو از جنس یک رژیم از آلترناتیو میدونیم، این باید از جنس خودش باشه، نمیتونه از جنس دیگه ای باشه. خب سوال دیگه این است که جناب دکتر داشتن شما خستم شدید ولی سوالات ما همچنان زیاد هست، ولی یک سوال بسیار مهم این است که در شورش 57 ما یک کمپین بین المللی رو مشاهده کردیم در مورد رفتن به اصطلاح سلطنت محمد رضا شاه و به اصطلاح برکناری حکومت قبلی، از جمله خب به اون کنفرانس گوادالوپ، نمیدونم ملاقات هایی که آیزر در تهران داشت یک دو سه ماه بود قبل از این مسائل، کمک های مالی که میگن به آقای خمینی شده در فرانسه، یا تسهیلاتی که برای ایشون فراهم شده، خبرنگاران زیادی که در اختیار ایشون قرار گیره و در حقیقت از هر طرف یک نوع ساپورت هایی شد و منجر به این اتفاقات شد که البته من خودم شخصا فکر میکنم وجود همون 1 میلیون 2 میلیون نفری بود که در تهران در پایتخت کشور وسط خیابان بودن، شاید هم اگر اون نبود دیگران هم جرئت نمیکردن، اگرم میخواستن که مثلا در تغییر قدرت در ایران اینچنان تصمیم بگیرن. نظرتون این است که حالا آیا اون کمپین بین‌المللی یا اون وضعیتی که اون موقع پیش آمد به خصوص با قدرت یعنی آمریکا که در خاورمیانه خب تسلط جدی دارن و حضور جدی دارن، فکر میکنید که شاهزاده که خب من میدونم که ایشون در کنگره های مختلف ملاقات میکنن با کانگرسمن ها و چه در اروپا چه در آمریکا چه در جای دیگه، آیا فکر میکنید همراه با این تحولاتی که انتظار دارن کنشگران سیاسی در خارج و داخل ایران انجام بدن، آیا این همگونی بین المللی هم راهی هست که خود ایشون یا کسانی که به راه ایشون اعتقاد دارن انجام بدن و چگونه باید باشه؟ من فکر کنم همه کنشگران روی این قضیه باید کار کنن و ایشون رو در به عبارتی تنها در این صحنه نگذارن. فکر نمی کنم که کسی تنهایی بتونه از پس این ماجرا که می فرمایین بر بیاد. نگاه بکنیم به 43 سال پیش، خمینی هم در واقع یک مجموعه بزرگ روحانیت رو داشت که یک شبکه بزرگی بود که
شاید اسم و رسم خیلی روشنی نداشت، ولی همه پیرو اون شخص بودن، همه پیرو اون شخص بودن. به این لحاظ این باید حالا به شکل دیگه ای من امروز میبینمش. من میگویم که میبایست که ائتلاف بزرگی به شکل مشارکتی، به شکل عمل مشترک، نه اینکه همه از یه چیز صحبت کنه، هر کسی با پیشینه خودش وارد یک ائتلاف بزرگ بشه و این ائتلاف بزرگ آنچنان عمل بکنه که بتونه در واقع یک دیپلماسی بین‌المللی ضد حکومتی و دموکراسی خواهی رو ایجاد بکنه که این دیپلماسی عمل بکنه. ببینید ما نداریم رهبری فردی، برای اینکه خود ایشون هم میگویند که ما رهبر فردی، من رهبر فردی نیستم، اصلا به رهبری فردی معتقد نیستم. برای من اون سناریوی پیشین دوره خمینی رو ما نمیتونیم امروز به صدا انتظارش رو داشته باشیم. به جای اون پدیده رهبری فردی میباید که مجموعه نیروها رو داشته باشیم که این مجموعه نیروها یک بار برای همیشه درک کنن که نجات وطن از امتیاز حزبیشون برتره. اگه ما به این درک برسیم که باید برسیم، که من فکر می‌کنم خیلی هم البته رسیدن، منتها همت نمی‌کنن و این رو بعد در جایگاه روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار داد، اگه از این لحاظ برخورد بکنیم میبینیم که تنها راه ما این استش که به جای اون مجموعه بزرگ شبکه‌ای که پشت خمینی بودن، ما امروز دموکرات‌ها، آزادی‌خواهان، طرفداران جامعه مدنی پیشرو رو باید بگرد هم بیاریم که اونها بر سر یک سری پرنسیپ‌ها و اصول حداقل یک نوع توافقی داشته باشن و فکر کنن که آقا شما عضو حزب فلان هستی یا حزب فلان هستی، ایدئولوژی خودتو حفظ کن، ما نمیگیم اونو رها کن، ولی با اون با این ایده که الان نجات وطن مهمتر شده بیایم جمع بشیم همه با هم، ایشون هم باشن، رهبران دیگه هم باشن. اگه احتمالاً تشخیص این هست که چهره ایشون بیشتر برنده هست، ایشون برن جلو، ولی بقیه هم باید بیان که ایشون در صحنه تنها نمونن. ببینید خطر در تنها بودن یک فرد، هر چقدر هم که ایشون آزادی خواه باشه، هر چقدر که ایشون بگوین که من طرفدار رهبری فردی نیستم، اما خطر این هستش که مجبور بشن روز روزگاری اهرم هایی رو به کار ببرن که خودشون نخواستن در ابتدا. این اهرم ها رو فقط از طریق تعادل میان نیروها میشه از بین برد به کارگیریش رو، همونجوری که رهبران بزرگ انقلاب آمریکا ایجاد کردن که تعادل بین سه قوا میتونه جلوی بازگشت استبداد رو بگیره، همونطور هم وجود احزاب دیگه، شخصیت ها که بتونن در کنار ایشون و پا به پای همگانی یک مجموعه بزرگ رو ایجاد بکنن که ایشون تنها نمونه، این امکان بازگشت استبداد رو نمیده. اگر شخصیت تنها باشه این به اصطلاح کار رو هدایت بکنه. یه سوال این است که آیا ما واقعا مثلا در تورنتو به عنوان یک شهر ایرانی نشین بعد از لس آنجلس بیشترین جمعیت ایرانی نشین رو داره و احزاب سیاسی هم اینجا زیاد هستن، البته جمهوری اسلامی هم اینجا حضور جدی داره، آیا فکر نمی کنید که ما یعنی یک همین گروه هایی که در هر استانی در هر کشوری قرار دارن یک کمیته هایی تشکیل بدن و این همبستگی ها رو از نقطه به نقطه شروع کنن و بعد به جاهای دیگه، شاید یک جایی به عنوان نمونه یا یک، ما اون موقع میگفتیم تو کار پزشکی میگفتیم کلینیکال ترایل، یه جای انجام میدادیم یک تجربه پیدا بکنیم و بعد توسعه میدادیم، آیا فکر میکنید از نظر سیاسی و اجتماعی هم همچین ترایل میتونیم ما داشته باشیم، مثلا یک جایی رو حالا چه شاهزاده خودشون مطرح کنن یا شما یا ماها هر کدام که در این جاها هستیم اون رو شروع کنیم، و حالا نه که دنبال تمام این مسائل، بل بالاخره از یک جایی شروع کنیم نسبت به این همگرایی احزاب مختلف. بله من فکر کنم تو این موضوع تو این حوزه ما خیلی عقبیم، یعنی که نیروهای دموکراسی خواه از همه گرایش ها باید بتونن یک به اصطلاح کمیته بزرگ، یک چیزی مثل کنفدراسیون اون زمان الان دیگه فوریتش هست، ایجاد بکنن
و در تمام شهرها آماده به خدمت باشن. یعنی این نیست که هر خبری در ایران میشه به جای اینکه دوباره شروع کنن با هم دیگه تماس بگیرن این رو بکنیم یا نکنیم، کی بکنیم، چگونه بکنیم و با کی بکنیم، این با کی بکنیم ما قبلا روشن شده، فقط تاریخ و زمان محلش تعیین میکنیم. همه هستن، نمایندگان احزاب، شخصیت ها، افراد با نفوذ، افرادی که میتونن هدایتگر باشن توی کمیته ها به شکل سلولی هر شهر باید داشته باشه و شهرها با همدیگه در یک کشور و کشورها با کشورهای دیگه ارتباط منظم داشته باشن و این مجموعه میباید که کمیته جهانی حمایت از مبارزات مردم باشه و این حمایت هم حمایت واقعی باشه، نه فقط حمایتی باشه که تمجیدگر باشه بلکه دخالتگر باشه، یعنی اینکه انواع اقسام اقدامات رو انجام بده، کمک و یاری بکنه مبارزات داخل و یکی از کمک‌هایی که بسیار مهم بوده و هست امروز به خصوص مبارزین داخل احتیاج دارن کمک مالی، یعنی ما میتونیم احتمالاً این امکانات رو وجود بیاریم، یک صندوق حمایت از مردم رو در داخل در خارج درست بکنیم که برای شبکه‌ای هم باشه که این به اصطلاح حمایت‌های مالی انجام بشه، چون بسیاری از کنشگران داخل واقعاً زندانی میشن، بعد از زندان بیکار هستن، دیگه نمیتونن کار پیدا کنن، یه مقداری باید این حمایت به وجود بیاد. نمونه های این در کشورهای دیگه، در انقلابات دیگه، در جامعه های دیگه بوده و این تو این حوزه من فکر کنم که یه کمی عقب هستیم و این ضرورت فوری هستش که اگه یه کمیته وجود داره این کمیته اصلا پاشیده نشه، استوار بمونه، همه گرایش ها توش باشن، سخنگوش هم یک نفر نباشه، این گردشی باشه سخنگوش و بعد وصل بشه به کشورهای دیگه و همگانی یک کمیته جهانی حمایت از مبارزات مردمی در خارج از کشور به وجود بیاد. خب ما به پایان برنامه میرسیم ولی در آخرین سوال این است که آقای دکتر هودشتیان، شما کتاب رهبری نوین سیاسی شما دست به دست داره میگرده و خیلی با استقبال روبرو شده، بخصوص بسیاری از نکاتی که در رادیو تلویزیون ها شما بیان میفرمایید شاید گوشه هایی از اون در این کتاب بسیار میشه گفت مفصل همه این مسائل رو بحث کردید میشه پیدا کرد بعضی هاشو، خیلی هاشو. شما در این چند دقیقه میتونید فکر میکنید صلاح هست در اون راجع به کتاب رهبری نوین سیاسیتونم 3 دقیقه وقت داریم که بفرمایید. 3 دقیقه چشم حتماً با کمال میل. البته همین امروز هم خبری آمد از سوئد که اونجا هم نمایشگاه بدون سانسور بوده و کتاب خیلی مورد استقبال قرار گرفته، پیامش همین امروز اومد که فروش هم داشته. به هر حال خدمتتون عرض شود که واقعا مقصود نوشتن کتاب همین حرفایی که هستش که ما میزنیم، یعنی همین ها رو من در قالب به اصطلاح یک کتاب تئوریزه کردم، فرموله کردم و به خصوص که کتاب توی کتابخانه نوشته نشده، کتاب در واقع در رابطه با کنشگران داخل کشور، کنشگران خارج کشور، متفکرین، فلاسفه، جوانان، دانشجویان و کسانی که دلسوز میهن هستن نوشته شده و خوانده شده قبل از اینکه منتشر بشه. این خیلی مهمه که این از دل برخوردهای نظری بوده و ضرورت زمانه رو نشون میده و این ضرورت زمانی نیستش که آقا منتظر اون رهبر نجات دهنده نباشیم، دوران رهبران نجات دهنده تموم شده، خود آدم ها باید شروع کنن به کار و اگرم رهبری پدیدار میشه اون رهبر بالای هرم قدرت سیاسی قرار نمیگیره بلکه در کنار و در پا به پای مردمان به شکل مدیر صحنه عمل میکنه، صحنه پردازه ولی عمل کننده خود مردمانن. اگرم روزی روزگاری رهبری انتخاب میشود که باید بشود، چون همه اینا تعریف شده، منظور از این انتخاب رهبر، اون رهبر رهبریست مشروط، اون رهبر رهبریست جایگزین پذیر، اون رهبر می آید که خدمت بکند، نمی آید که قدرت رو در چنگال خودش مثل استالین و ماو کوبا و کاسترو در کوبا و مثل خمینی یا خامنه‌ای در ایران بگیره و دیگه ول نکنه. هر رهبری می آید برای اینکه خدمت بکنه برای یه دوره کوتاه، بعد که خدمتش دورانش تموم میشه، هرچی هم با لیاقت باشه باید بره. برای چی؟ برای که در درون ذات بشری استفاده و چه بسا سوء استفاده از قدرت وجود داره و این چیزی نیست که
فقط مربوط به یک شخص باشه، همه کس، امام معصوم در عالم سیاست وجود نداره. اون امام معصوم آمد و دیدیم که ایران رو به جای بهش و در کلام بهش به جهنم کشوند. برابر این چون امام معصوم وجود نداره، امکان فاسد شدن هر انسان خوب و با نیتی وجود داره و برای همین دموکراسی میگوید که مردمان در جامعه مدنی ناظر رهبران باید باشن، نظارت دائم داشته باشن، رهبران هم باید گوش بدن به آنچه که از دل جامعه میاد و فرمان روا نباشن، فرمان بردار جامعه باشن، یعنی گوش به مردمان بدهن و نیازهای اونها رو در واقع برآورده بکنن. این حالا جان کلام 3 دقیقه‌ای کتاب هست. در هر صورت بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه پاریس و نویسنده و کنشگر سیاسی که لطف کردن در برنامه ما شرکت کردن، و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانی کانادا و همچنین از شما بینندگان گرامی در هر کجا که هستید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آن چه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی.